فتوای مفتی عثمانی درست اما بسیار دیر. اخیراً مفتی محمد تقی عثمانی از علمای شناخته شده کشور پاکستان در سطح جهان اسلام جنگ کنونی افغانستان را حرام دانسته و آتش بس را واجب خوانده است و همچنان وعده سپرده که از هر تلاشی برای آمدن صلح به افغانستان حمایت می کند. مفتی محمد تقی عثمانی یک تن از علمای مطرح مذهب حنفی دیوبندی در سطح منطقه و جهان اسلام است و شمار زیادی از علمای جوان افغانستان از شاگردان اوست و به او ارادت دارند. پرسش این است که آیا فتوای او در این زمان می تواند در کاهش خشونت هایی که از سوی طالبان اعمال می شود نقش داشته باشد؟ اگر داشته باشد چه بهتر. از سوی دیگر این فتوای مفتی عثمانی در کنار استقبال نسبی و نقدهای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شده است. شماره در واکنش به این فتوا گفتند که این فتوا کار نیک و بجا اما خیلی ناوقت است. این گزاره توضیح بسیاری دارد. مثلا چرا مفتی تقی عثمانی با آن که می دانست هر دو طرف جنگ در افغانستان مسلمانند چون این فتوایی را 25 سال پیش صادر نکرد؟ او با وجود که این قاعده اصولی را درست می دانست که سکوت کردن در مقام بیان خود بیان است. در مورد جنگ طالبان با دولت اسلامی و سوختاندن تاک‌های شمال و سایر بیدادگری‌های آنان در دوره جدید سکوت اختیار کرده بود، در حالی که هرج و مرج مشابه را در کشور پاکستان به هیچ صورت روا نمی‌دانست و آن را خلاف مصلحت ملی پاکستان می‌شمرد. آره، این فتوا درست و بجا اما خیلی دیر است. در همین حال مفتی حرمین نیز جنگ افغانستان را نامشروع دانسته است. این در حالی است که جناب مفتی از پشتیبانی مالی کشورش از طالبان در جنگ علیه مردم افغانستان درست آگاه بود اما سکوت اختیار کرد. آره، این فتواها درست اما خیلی دیر است. به همه حال امیدواریم این فتواها شنونده داشته باشد و بتواند تا حدود میزان خشونت ها و خونریزی ها را در کشور ما بکاهد.